به مناسبت 24 اسفند سال روز ولادت بزرگمرد تاریخ ایران رضا شاه بزرگ بشنوید و ببینید و باز هم بگویید مرگ بر شاه. حکایت عجیبی است. همه در ایران وطن پرست و دوستدار ایران و ایرانی بودند، فقط رضا شاه میرپنج نوکر انگلیس توف بر دانش ناداشته روشنفکر نماهای دوزاری و بیسواد ایران که خصیصه دشمن پروری آنها بر دوست نوازیشان آوازه جهانیان است. سال 1289 خورشیدی، درست 10 سال پیش از قیام ملی رضاشاه بزرگ، در اوج بیکفایتی سلاطین قاجار، نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. مردم پایتخت ایران گروهی پرچم انگلستان را بر بالای خانه های خود نصب کرده بودند و گروهی پرچم روس تا از تعرض یکدیگر در امان باشند و ما بقیه بلاد نیز این چنین بودند. آذربایجان از دامنه آرارات تا رشته کوههای زاگرس و از کناره رود ارس تا ساحل سپید رود عرصه تاخت و تاز نیروهایی بود که یا از روسیه حمایت می شدند یا از عثمانی. سرسلسله جنبان این نارامی ها اسماعیل سیمتقو رئیس ایل شکاک بود. سراسر این استان از چپاول آدمکشی و راهزنی او در امان نبود. در حقیقت ماکو، ارومیه، خوی و سلماس اریکه خودمختاری وحشیانه او بود. مازندران ساعد الدوله، احسان الله خان و امیر موید سوادکوهی سراسر مازندران را ناامن ساخته و فرمانروایی داشتند. گیلان سید جلال چمنی و میرزا کوچک خان از 2 جهت مختلف گیلان را جدا کرده و مملکت جمهوری گیلان اعلان کرده بودند. گرگان در استراباد و گرگان و ترکمن صحرا و گنبد گاووس، ایلات یموت و گوکلان خواب و آسایش را از مردم را بوده بودند و فجایع حمله مغول را در اصفهان زنده می کردند. خراسان قبایل هزاره‌ای و زعفرانلو به اتفاق نیم دیگر از ترکمنها از خراسان تا سیستان و نوار مرزی ایران و افغانستان و شوروی ناامنی ایجاد کرده بودند. بلوچستان سردار محمد خان بلوچ سراسر سیستان را اعلان خودمختاری کرده بود و کسی را یارای رو در روی با او نبود. کرمان هم از جانب بلوچ ها و هم از سوی ایل های عشایری فارس مورد دستبرد واقع می شد و این جدا از راهزنی های قبایل محلی کوچکی بود که در گوشه و کنار این استان می زیستند. همین کافی است تا بدانیم که به واسطه راهزنی های بیشمار کسی از دامن کوه های مکران تا دریای عمان زندگی نداشت. فارس از میانه های راه کرمان در شرق تا آن سوی بهبهان و کوکیلویه در غرب و از نزدیک های اصفهان تا مرزهای جوبی، ایلهای عربی خمسه، باسری، شبلنی و ایلهای قشقایی به همراه ایلهای کشگولی،
در شوشی، شش بلاکی، نمدی، فارس میدان و همچنین بعضی از طایفه های دشتستان، تنگستان و چهار راهی اشیره های ممسنی، بوئر احمدی، کسی دیگری نمی ماند که ناآرامی در جنوب ایجاد نکرده باشد. گاهی با هم و گاهی علیه هم در جنگ و خونریزی بودند. خوزستان، شیخ خزعل بندر خرمشهر و آبادان به طور کلی از دشت میشان تا دامنه کوههای شمال را ملک مطلق خود میپنداشت. لرستان و کردستان، سقز، بانه و کروس منطقه تاخت و تاز سید ته بود و مریوانی ها و سید ته در همکاری با اسماعیل سیمتقو به عنوان عامل بیگانه عمل می کردن. گلباقی ها بر حومه سنندج و سردار رشید بر کردستان خودمختاری می کردن و کمک رسانی آنها نیز باز اسماعیل سیمتقو بود. از کرمانشاه تا آن سوی مرزهای غربی ایران منطقه زیر حکومت باباجیها و سنجابیها بود. صحنه و کنگاور قلمرو طایفه های چواری، کاچبند به حساب می آمد. ملایر و توسرکان و نهاوند هم به سبب شرارت‌های طایفه حسنبند ناآرام بود. پاره‌ای از لرهای پیراهنوند و سگوند هم از فاصله بروجرد تا قم را از امنیت ساقط کرده بودند. زلفی‌ها و خواجه مگویی‌ها از چهار لنگه و بختیاری بودند که عامل ناامنی را از فریدن اصفهان تا خانسار و گلپایگان و حومه بروجرد به حساب می آمدند. اصفهان و مرکز ایران، از کنارهای دشت‌های خوزستان تا اصفهان زیر نفوذ ایل‌های بختیاری بود. در ساوه، قم، کاشان، نایب حسین کاشی و پسرش ماشالله خان تاخت و تاز داشتند. تهران و حومه، حومه تهران به اصطلاح پایتخت شاهان قاجار توسط پاره ای از ایلهای شمالی و جنوبی شاهسوبنها و خلجها که اسکان داده شده بودند ناامن بودند. مردم قلهک تحت الحمایه انگلیس بودند و مردم زرگنده تحت الحمایه روس. سایه از سردار سیاوش بشیری، خاطرات سیاسی فرخ، روزنامه ایرانیان ونکوور.